درود به رفقای عزیزم، یه جلسه دیگه آموزش گیتار رایگان. بچه ها، این جلسه میخوام بهتون یه تکنیک خیلی مهم یاد بدم، اسمش لگاتوه. برای ملودی نوازی استفاده میشه، فوق العاده جذاب این تکنیک. سعی کنید حسابی تمرینش کنید، عجله نکنید. و مسئله بعدی، آهنگ خوشگل. این همه من گفتین که آرش چرا آهنگ جدید یاد نمیدی، آهنگ خواننده جدید یاد بده. جلسه قبلی که دلبرنا رو بهتون یاد دادم، این جلسه هم حواسن نیسته، بابک مافی. این آهنگ هم خیلی خوشگله، خود اصلا آهنگ با دوچار ساده زده. یعنی شما آهنگ پلی کنید، ریتم دوچاری که من بهتون یاد دادم جلسه 12 بود، 11 بود، چندم بود، اونو قشنگ میشنوید. ولی خب من ترکیبش میکنم، هم دوچار ساده میزنم، همین دوچار دومی که بهتون یاد دادم پیشرفته رو میزنم. خلاصه که کلی با هم قراره حال کنیم این جلسه. بریم سراغش. لگاتو. بچه ها، ما لگاتو دو مدل داریم. یکی لگاتوی چکشی که بهش همراون میگن، اصلا میگن چکشی زدن، همراون. خب که بچه ها، ما ضربه میزنیم، ضربه دست راستو میزنیم. خب یعنی یه دونه مثلا می میزنیم سیم یک آزاد. وقتی زدیم یه صدای دیگه میخوایم تولید کنیم، میخوایم نوت فا تولید کنیم. فا کجاست؟ سیم یک فرت اول. خب اینجوری صدا نمیده، میبینید؟ اما اگه من اینو بزنم، دیدین چه اتفاقی افتاد؟ عجله نکنید، اینجوری نکنید، قشنگ نگاه، قشنگ بزنید بشنوین لگاتو رو. حالا چه جوری نشونش میدیم؟ همون جوری که توی تبلچر میبینید بچه ها، صفر روی یک، یه نیم دایره بالا سرشون، از عدد کوچیک به سمت عدد بزرگ، از صفر روی یک، یا مثلا از یک، مثل اون بعدیه که داری نگاه میکنی، از یک روی دو. این یک روی دو، یه نیم دایره بالا سرش، یعنی ما اون اولی رو میزنیم، یک رو میزنیم با دست راست، با دست چپ دو رو تولید میکنیم. نگاه، یعنی دست راست من میزنه یکو، دست دو، این دست چپ محکم میزنه روی فرت دوم که این صدای چکش زدنمون بیاد. یعنی یک دو، یک دو. حالا از رو دو روی سه، میبینید دو رو میزنم، الان شما میزنید این صدا میده، نمیشه. چرا این صدا رو میده؟ به خاطر اینکه اینو خوب فشار نمیدین. اصلش اینه شما اگه اینو فشار خوب بدین، قبلیه رو پیتون خوب باشه، مثل ساختمونی که میگن پی ساختمونت باید خوب باشه، پیتون اینجا این خوب باشه، اون وقت اینم خوب صداش در میاد. نگاه کنید، من اصلا چند بار میخوام بزنم، نگاه، یه بار میزنم 20 دقیقه میتونم از این صدا در بیارم. چرا؟ چون پیم خوبه، نگاه سفید شده سر ناخونم، اینقدر فشار دادم. پس پیتون مهمه. انگشت دور سفت رو سه. حالا بعدیه چه شکلیه بچه ها؟ سه رو چهار. ببینید؟ سه رو گذاشتم با چهار لگاتو. واسه لگاتو زدن ببینید مجبوریم انگشتمون رو قشنگ عمود بگیریم. دیگه نمیتونیم اینجوری بگیریم دستمون. اینجوری بگیری هیچ صدای خوبی در نمیاد. قشنگ عمود. به این میگیم لگاتوی چکشی. حالا من چیکار کردم بچه ها؟ همونجوری که تو شکل میبینید، اومدم رو سیمای مختلف، رو چهار تا سیم پایینی بهتون تمرین دادم. نگاه. کافیه. سیم 5 و 6 هم میشه زدا. دیگه من 5 و 6 رو ننوشتم. همین 4 تا رو تمرین کنید توی تبلچر، بالایی ها رو هم خودتون بزنید. میتونید حتی از پی استفاده کنید بالایی ها رو. آروم هم بزنید. نه من تون میزنم برای اینکه سریع ازش عبور کنم. بریم سراغ یه لگاتوی خوشگل دیگه. به این لگاتوه میگیم لگاتوه کششی یا پولاف. کششی یعنی چی؟ یعنی قراره بکشیم سیما، یعنی قراره این دفعه از عدد بزرگ بریم به سمت عدد کوچیک. پس از کجا بفهمیم لگاتو چکشیه؟ از کجا بفهمیم کششیه؟ از ترتیب اعداد. اگه از عدد کوچیک به سمت عدد بزرگ بود، یعنی این داره چکشی میاد جلو، چکش میزنه و میاد جلو. اگه کششی بود، یعنی داره میکشه و بره عقب. حالا بهتون میگم چه جوری. این یکی رو برعکس براتون تو تبلچه نوشتم، یعنی از 4 به 3 شروع شده. 4 به 3، نگاه، 3 آماده است اینجا. 4 و 3 رو باید با هم بگیرید. حالا من هر 4 تا رو با هم گرفتم، اینجوری برای دستتون بهتره، راحت ترم است. من 4 تا رو گرفتم، نگاه. حالا گفته 4 رو بزن، بکن رو 3، میکنم. ببینی اگه دیدین خوب صداش در نمیاد، بیاین اولی رو امتحان کنید. ببینید هم میتونیم بکشیم سیمو، بکنیمش، هم میتونیم ورش داریم، بازم صدا میده. حالا بستگی داره که قطعتون چه شکلی باشه، کندنی باشه، صدایی که دارین توی آهنگ میشنوین اون نوازنده سلیقش چی باشه. حالا
اگه بخوایم بکنیمش باید دوباره پیتون خوب باشه، این پیتون بد باشه هیچ صدایی نمیشه. ببین اینجوری میشه، نگاه اینه مال شما الان اینه. چرا؟ چون اینو خوب نگرفتی. فشار بده اینو قشنگ، بذار سفید چه سر ناخونت. اینا حتی میتونم ورش رو نگاه، هم چکشی هم کشیشی داره صدا میده. دیدین؟ حالا این برعکس اونه تمرینش، این از 4 به 3 هی 4 تا سیمو میزنم، میگم بعد میام بالایی، دیدین این دفعه دیگه نمیخواد 4 تا رو هم بگیرم، دونه 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 اومدم عقب. اما یادتون هر وقت اینو میزنم قشنگ این یکی سری آماده است پشتش، به همون صورتی که گفتم 5 و 6 تون هم میتونیم تمرین کنیم همجوری برین عقب. خیلی ها نمیدونن مثلا این به چه دردی میخوره، من حتما یه مثالم در ادامه میزنم ببینید این لگاتوی اصلا داستانش چیه. تو همین آهنگ حواسم نیست بابک مافی، برای این من یاد ندادم ملودیشو چون ملودی خیلی خوشگلی هم داره، میخوام ملودیشو بهتون یاد بدم. برای این آموزش ندادم فعلا چون توش لگاتو و گلیساندو داره، تکنیکایی که شما هنوز بلد نیستین میخوام بهتون یاد بدم. اول یه مثال براتون بذارم در مورد لگاتو، مثلا این قطعه خوشگل. مثلا آهنگ داریوش. بچه‌ها لگاتو خیلی آهنگا رو خوشگل می‌کنه. یه نمک فلفل روی ملودی زدنتون. حالا از این ترکی‌تر و ایرانی‌تر هم مثلا میشه گفت، مثلا مثل می‌بینید اصلا یه لهجه و گویش خاصی به ملودیاتون میشه. اینا رو بچه‌ها همه رو من زدم و آموزشم دادم. ولی مجدداً بهتون آموزش میدم. توی آموزش‌های جدیدم همه اینا رو دوباره یاد میدم. ولی اینا آموزشش توی کانال یوتیوب من هست. اون کانال قدیمیه. و به زودی منتقل میکنم به کانال جدید و هست خلاصه آموزشش. ولی من مجدداً تو همین سری آموزش‌ها از صفر و از پایه دقیق‌تر و بهتر براتون توضیح میدم. خب یه دونه توضیح هم بدم درباره اجرای آهنگ حواسم نیست بابک مافی. طبق معمول گام اورجینال آهنگ می مینوره، ولی خواننده آغاز آقاییه که صداش هم نازکه. جالب شد. بچه هایی که صدای باس دارن یا صدای کلوف دارن، آقایونی که صداشون ذره بیسه، باید گام این آهنگ رو عوض کنن. خب یه سری سایت ها هستن که توشون تعویض گام داره، مثلا آکورد توش هست تعویض گام داره. من که اینو بهتون یاد بدم، میتونید توی سایت ها آقایونی که خیلی صداشون بمتره نگاه کنن تغییر گام بدن، مثلا یه دو پرده اینو بیارنش عقب‌تر. و بهتون پیشنهاد میکنم آموزش آهنگسازی منو ببینید، چون دارم تو اونا یاد میدم چجوری خودتون این کار انجام بدین. از صفرم هست واسه بچهای خیلی مبتدی. اما گام اورجینال اینه. خانوما پیشنهاد میکنم که یه باره بند رو فرت 4 یا 5 ببندن و اجرا کنن. اونم یه تیکه براشون اجرا میکنم. یعنی من اورجیناله که آقا میخونه اجرا میکنم واسه تون. بعد میرم تو یه ذره بالاتر براتون چند مدل اجرا میکنم. ولی قبل از اجرا بچه‌ها در مورد اجرا مجدداً تاکید کنم. اجرا رو من جدا کردم از آموزش. اجرا توی ویدیو بعدی پست میشه. خب حالا مثل قبلی مثلا آهنگ والایار کپی رایت نخورد، راحت گذاشتیم توی یوتیوب و بچه‌ها نگاه کردن. اگه 1% ببینم توی یوتیوب کپی رایت میخوره، همون ویدیو رو با همون شکل و شمایل میذارمش توی اینستاگرام که توی اینستاگرام راحت ببینیدش. پس بنابراین منتظر اجرا باشید توی حالا یا مثلا یوتیوب یا توی اینستاگرام. خب بریم یه توضیح اول بدم بچه‌ها. یه پیچیدگی‌های باحالی داره، بر همین اصلا این آهنگو یاد دادم. قشنگیش به کنار، جدید بودنش به کنار، ویژگی‌هاش واسه خوندن خیلی مهمه. نگاه کنید. سر ضرب خواننده شروع می‌کنه خوندن. یعنی وقتی دو چهار داره می‌زنه، می مینور می‌گیرم. باس. اما حالا خوندم واسه تو ادامه رو کی می‌خواد بیاد تو؟ باس. خوندم واسه تو. چی شد؟ از کجا فهمیدم کجا بیام تو؟ خب بازو که میزنه بچه ها، من این اوایل بهتون اینا رو تقلب میرسونم و یواش یواش شما باید متوجه بشید به صورت ذاتی. انقدر تمرین کنید، انقدر گوش بدید، انقدر تمرکز کنید تا جاشو پیدا کنید. میگه باز دو سه، رو سومین ریتم ضربه آخر دو چهار. دو چهار چجوریه؟ میگه پی آی ام آ آی، روی آی آخری خوندم شروع میکنه رو سومین ریتم. ببین از لحظه شروع یک، اینم بازه، باز دو سه، خوندم واسه تو
دوباره وای میسه، دوباره روی آیه، دوباره روی آیه دوم، یه بار دیگه باز خوندم واسه تو همون جوری، هنوز موندم واسه تو تو پی میمیرم، بگی به من احساس تو میمیرم دیگه. حالا جاهای مختلف بچه ها یه جا بیشتر روی ضربه به سمت بالا شروع میشه این آهنگ، یعنی همون اول بازو که میگه بعد دیگه میره رو ضربای آیای به سمت بالا، هر جا گمش کردی یادش بیفت که آرش گفت آی به سمت بالا شروع میشه. کلا سختی یه سری آهنگا اینجاست، وقتی یه آهنگی سخت این توش رفتن و ازش بیرون اومدن به خاطر اینکه از ضربای و به قول ما ضد ضرب شروع میکنن خوندن. این داستان هم پیچیدگیش اینه. حالا بریم اصلا کامل براتون توی اون پست بعدی که براتون میذارم اجرا میکنم. موفق باشین، حسابی تمرین کنین، میذارم پست‌های آموزشی شما.